مغلطه پسچه یا واروادیزم مغلطه پسچه زمانی اتفاق می افتد که شخصی به جای آوردن استدلال یا پاسخ منطقی به ادعای مطرح شده به صورت واضح یا در لفافه از عباراتی مانند پس تو همچه یا پس آنها چه استفاده کند تا موزه خود را موجه جل بدهد یعنی بدون در نظر گرفتن متغیرهای مختلف با آوردن مثال یا مثالهایی به ظاهر مشابه از طرف مقابل یا دیگران سعی در توجیه ادعا کند. مثال اول دکتر میلا جان با توجه به جواب آزمایش شما مصرف هر گونه مواد غذایی چرب به شدت برای سلامتی شما مضر است و پیشنهاد می کنم اصلا از این نوع غذاها استفاده نکنید. میلاد آقای دکتر جسارتا من همین دیروز شما رو توی فستفود در حال خوردن برگر دیدم پس انتظار نداشته باشین این حرفتون رو بپذیرم. توضیح اینکه دکتر به ادعای خودش عمل می کند یا نه دلیل بر درست یا غلط بودن ادعای او نیست و میلاد با اشاره به مصرف مواد غذایی پرچرب توسط دکتر به توجیه عمل نکردن خودش به توصیه دکتر کمکی نکرده است. مثال دوم سینا واقعا رفتار خشونت آمیز و پلیس و مردم قابل توجیه نیست. سروش ببین یه سری رفتارها برای کنترل کردن جامعه لازمه ولی مثل اینکه رفتار پلیسای کشورهای غربی و با مردم ندیدی واسه اونا چه توجیهی داری توضیح سروش به جای ارائه پاسخ منطقی برای توجیه رفتار خشونت آمیز پلیس کشورشان با آوردن مثال از موارد دیگر قصد در توجیه رفتار آنان دارد و با این کار دچار مغلطه پسچه ایسم شده است به مغلطه پسچه پس تو همچه، پس آنها چه مغلطه تونیز هم گفته می شود. پی نوشت مغلطه چیست در برخی از موارد به دلیل شباهت نسبی با مغلطه استاندارد دوگانه اشتباه گرفته می شود که برای روشنتر شدن این موضوع هفته آینده به توضیح این مغلطه می پردازیم. کاری از تیم جمهوری بی خدایان